نینجا کاموی نینجا کاموی اثر سر استودیوی ای ان که مؤسسش کسی که این استودیو رو تأسیس کرده کارگردان فصل اول جوجو کایسنه آقای سونگ هو پارک انیمه جدیدی او داده که خیلی قبل از عرض بحث هایپ های پای فراوان داشته و ملت داشتن داد و فریاد میکردن که او نینجا کاموی نینجا کاموی داره میاد حالا این خایپ ها هم همچین میشه گفت بیدلیل نبوده دیگه بازم کارگردانی فصل اول جوجوتسو کایزن رو من نمیتونم بگم دوست داشتم ولی واضحا شخصی هستش که تو بحث کارگردانی مبارزات یه سری کارها بلده توی در واقع زیرو هم حضور داشته سینماییش که خب سینمایی رو خیلی بیشتر دوست داشتم در صورت اثر جدید این دوستمون رو من ریاکشن های قسمت اولش رو هم گذاشتم که مخاطب مشالله خیلی دوستش داشته و نظرمو خلاصه در یک کلمه میگم جان ویک به صورت انیمه یک کلمه نشد یه جمله شد ارزم به حضورتون که از نظر آرت بخوایم نگاه کنیم خیلی خوشگله اثر از نظر کارگردانی مبارزات باز نگاه کنیم خیلی خوشگله اثر ببینید دقیقا چیزهایی که دارم میگم همه مرتبط باز میشن به جان ویک و اکشن و حس و حال و هایپی که به شما میده دقیقا یه چیزیه که مخاطبی که دنبال همچین چیزاییه میخواد مثلا میگم کسی که مخاطب بلولاکه دنبال چیه دنبال هیجان شدیدن زیاد اثر فوتبال و دقیقا هیجان نیاز داره انیمه ورزشی دقیقا انجام نیاز داره این اثری هم که داریم میبینیم مخاطبی که برای این پیدا میشه دقیقا و مستقیما دنبال هیجانه دنبال پلات عجیب غریب نیستش دنبال قصه عجیب غریب نیستش برم سر اصل مثلا این اثر دوست داشتنی ما واضحا قرار نیست قصه عجیب غریبی داشته باشه وقتی که شما اپیزود اول رو باز میکنید شروعش با یک فایت بسیار خوب جذاب طبیعتا و بعدش دوباره یه تایم کوتاهی رو داره یه قصه آبکی ترخی که کاملا مشخص قرار چه اتفاقی بیفته ببینید من خیلی موقع چون راحت میتونم معمولا قصه ها رو حدس بزنم که اون نویسنده چه فکر کرده و به چه شکل قرار پیش بره از آدم های دیگه استفاده میکنم و میام مثلا دوستمو میارم اون قسمت رو بهش نشون میدم و میبینم که اون هم راحت داره این قضیه رو حدس میزنه خب قابل حدس دیگه قطعا شما هم حد زده بودید چه اتفاقاتی قرار بیفته میاد خلاصه اون قصه آبکیه رو تعریف میکنه و دوباره ما بحث فایت سین رو داریم قصه آبکیه به کجاها میرسه به اینجا میرسه که یک کرکتری داریم که سالهاست به یک گونه خاصی داره زندگی میکنه و خب ماهیت نینجاست دیگه نینجا یک سری وظایف به خصوصی دارن همون قضیه اساسین دیگه اساسینا خب طبیعتا یه سری وظایف خاصی دارن. باید تابع وظایفشون باشن نمیتونن عملا زندگی شخصی داشته باشن نمیتونن عاشق بشن و شغلشون اولویت تمام زندگیشونه حالا تا زمانی که شاید رها کنن اون کار رو. که رها هم نمیتونن بکنن خلاصه این دوستمون مشخصا با اون سایز کودکی که داره سالهاست داره به این شکل زندگی میکنه و به صورت مخفی با چهره های دروغین و اثر که میخواد پیچیدگی به قصه بده تمام اون بار پیشیدگیه میفته بر روی دوش چی؟ یک کرکتری که پشت یک شیشه ای نشسته و اسمی که میشنویم اسرائیل <applause> شینیگامی که میشنویم ریپری که میشنوی و شخصی که واضحا داره میگه که تنهایی کار میکنه به این شکل کار نمیکنه و فلان و این داستان ها قطعا بار قصه پلاتی که داره این کرکتری که رفته به دنبال اینکه بفهمه کی اومده دنبال خونه وادش کی شروع کرده این قتل آمو قرار به این سمت بره بازی انتقام ببینید چقدر جانوی که حالا اون بنده خدا یه هاپوشو کشتن ولی خب فرقی نمیکنه دیگه انتقام انتقام و حالا بعد بعدش هم میرسه به بحث آزادی و فلان از کاری به جان نداره منو ولش کنید یه سری مسائل تو قصه اتفاق میفته نیازمنده اینه که بعدا بگن نمیدونم آیا اسم گذاری لوگان واقعا هدفمند بوده چون بحث این رو داره که شکمه که سوراخ شده بود <laughs> گردنم که دوتا تیر خورده بود جفت اینها کاملا درمان شده بر روی تخت قرار گرفته بود. از اونجایی که در آینده است آیا همچین قضیه داره نمیدونم دوباره یه محوریت جد. نو برای چی اتفاق افتاد این کاراکتر بعد از 24 ساعت چرا به زندگی برگشت و بار پلاتویستی که قصه قرار داشته باشه احتمالا از همین قصه هاست دیگه قرار تش به همین قصه های اکشن ببین چی رو مینویسن اینجوری که او مثلا فلانی فکر میکرده تا الان قاتل یه دفعه میره تش میفهمه که او فلانی قاتل نبوده یکی دیگه بوده شیره مالیدن سرش خلاصه از بار قصه که بگذرید و درگیر قصه خیلی نشید چون چیزی براتون نداره این چیزیه که براساس قسمت اول دارم میگم در ادامه ممکن روندی که اثر بگیره به خودش خیلی بهتر از اینی باشه که دیدیم و اینقدر قصه ی آبکی نداشته باشه به این هم دقت کنید که انیمه اورجینال دوستان نه بر مانگا چیزی هیچی نیست انیمه اورجینال کاملا و بیشتر این چیزی که هدف قرار بدید در تماشای این اثر این باشه که چقدر زیبا چقدر خوشکله چقدر فایتای خوبی داره اون بحث حالا دودمود از حلقش میاد بیرون و هیجانی که داره سعی میکنه تقدیم به ما بکنه اینکه خب منطق در هیچ جای اثر وجود نداره دیگه یک شخصی ازش این همه آدم رو داره میزنه میکشه اون دودم بوی اسکیل میده تا اینکه مثلا یک حرکت فرا انسانی باشه یا نمیدونم از توی پوستش میاد سوزن میکشه بیرون خلاصه چیز تخیلی اکشن دیگه میگم خیلی جانوی که دیگه جانوی که هم هیچ کجای اثر منطقی نیست دیگه. اون حجم از آدمهایی که دارن کشته میشن کلا روند کشتن و اتفاقاتی که داره میفته اصلا بحث هیجانه رو نداره بعد مغز و خاموش که کرد و صرفاً لذت برد بحثی که این اثر هم داره همینه مغز خودتون رو خاموش بکنید همونطوری که من مغزم رو در ریاکشن کامل خاموش کرده بودم و واقعا داشتم لذت می بردم از اثر واقعا داشتم با اون هیجانه همراه می شدم. و متوجه بشید چه اثری دارید می بینید. تمام صحبت من و بحث تحلیلی که این اثر داشته چون اثریه که تحلیل پذیر نیست انقدر یعنی بار قصه ای که من میدیدمش همین الان یه مقدار نظرات تمام در مورد آینده اثر گفتم دی. و مثلا چه میدونم اینجوری بودم که شاید بحث اسم ماریو رن یه مقدار سوال برانگیز باشن کاراکترهای خاصی باشن رفتم دقت کردم هم بحث دوبله انگلیسی هم یه تیکه بودش که ماریو صدا میکنه یه ذره بد ژاپنی میگه و تو انگلیسی نگاه میگم نه کاملا به همسرش داره میگه ماری. و گفتم شاید یه بحث کاراکتر به خصوصی اون وسط بود یه سری کارها میتونستن بکنن مثلا یک آدمی بوده باشه اون کسی که فوت شده اون که عینکی بودش همون ابتدا فوت می اونو مثلا بیارم بگن آ این مثلا ربط به این داشته یه سری چیزا بفهمه خیلی کارا میشد بر بار قصی نینجا همچنان انجام دادش ولی خب وقتی این چیزا انجام نشده یه مقداری از نظر اینکه قلم چرا این شکلی منو آزار میده بگذریم حالا یه تیکه هم اشاره کردم فکر کامل نکردم بس لوگان بود گفتم بعدنش افت درمان شد و فلان این داستان نیست لوگان اسم در واقع وولورین اگر متوجه نشدید که اسم برای چی این شکلی گذاشته شده این که بدنش هم سالم خلاصه کنم دوستان من حالا بنده بند خدا که ترش هم شبیه گوساف سوشیما میشه و هم شدیدا شبیه اون آقای میشه که دقیقا کنجی رو سودا هم وایس اکتورش بود داخل ما هیرو اما همون که دست میزد همه چی رو میپسوند میپوسوند میپوس پو... می می پوسیدن میپوسوند نمیدونم خلاصه خیلی شبیه اون هم میشه و اینا موهاش هم یه مقدار کمه بحث حجمی که داره و اینها جالبه و سری نکات باحال داشتش توی انیمه من اشاره کردم باز اینا بحث ویژوالی و آرتش که میگفتم این چرا انقدر آمریکاییه چرا انقدر چه چهره ژاپنی نیستش ربطی نداره که بعد نهایتا دیدیم که خب پوشونده بودن چهرشون در کل عزیزان نسبت به کارهایی که این کارگردان انجام داده من همین میزان کارگردانی مبارزاتی که دیدم خیلی رازیم کردش و انتظارات بیشتر از این بحث کارگردانی ها رو ندارم مثلا یه مثال دیگه هم بزنم در مورد چیزایی که در این قسمت ایراد دار بودش بحث فلش بک بودش که من اومدم گفتم آقا این یه بار دو بار فلش بک و خوب زد. آخرین بار که دوباره یک فلش بک تکراری میزنه عذاب دهنده و آزاردهنده است و دلیلی برای وجود نداره واقعا از اون سمت حالا من میگم باز اثر اثر زیبایی یا بس موسیقی موسیقی بسیار زیبایی داشتش خلاصه کنم آقا دیگه خیلی نمیخوام در مورد این اثر صحبت بکنم اثر خوبیه و تماشاش بکنید و مغزتون رو خاموش بکنید مثال میزنم شما اگر میخوای یه رمانس کمدی ببینی قرار نیستش مغزت رو بیاری وسط و انتظار پلات تویست اتاک ازش داشته باشی پس اگر کسی اومد به اثر هی عجیب غریب داد و داد و فریاد زد سرش به این شکل باشین که دوست عزیز من چرا توپر در مورد اثر نگو دیگه این واضحا جان ویکه خب وقتی جان ویک داری میبینی انتظار پلات تویست و نمیدونم منطق و چیزای عجیب غریب هم نداشته باش دیگه اثر زیبایی واضحا و قرار لذت ببرید از دیدنش قطعا و درگیر اکشنش بشید و همراه بشید باش مخاطبه این, این که هم تا الان تماشاش کردن دقیقا نگاهشون به همین شکل بوده خلاصه سابسکرایب لایک کامنتیاتون رو این ویدیو رو ببینید به احتمال 99 درصد تحلیل های قسمت های بعدی نخواهیم داشت مگر اینکه کار خاصی بکنه در قصه اثر که من نیاز به تحلیل ببینم و برام جالب بشه تا به اینجا کار اثر قصه ای نداشته و چیزی نداره حتی از نظر همون ویژوالی هم چیزی نیستش که شما نیازمند فهمیدن و فلان و تحلیل و اینا بخون. مثل این میمونه که برگردیم بگین قسمت اول چه میدونم بلولاک و تحلیل کن قسمت فلان نیست دیگه صرفا بار هیجان داره شما باید ببینید لذت ببرید ریاکشن هاش میتونه جذاب باشه که ریاکشن هاش هم قرار نیست داشته باشه اون ویو خلاص بود از این ویدیو به خدافظ شما خدافظو چرا اینجوری گفت